سلام، بهناز جوانشیری هستم، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی. با آموزش ناتوانی های یادگیری از سری آموزش های فرادرس در خدمت شما عزیزان هستم. در این فصل میخوام ناتوانی یادگیری رو تعریف بکنم و راجع به میزان شیوع اون صحبت کنم. قبل از اینکه من بخوام ناتوانی های یادگیری رو تعریف بکنم، میخوام بگم اصلا انجمن ناتوانی های یادگیری که امروز ما اون رو به این نام میشناسیم، LDA Learning Disorder Association، چجوری به وجود اومد. ببینیم، بچه هایی که دچار اختلال یادگیری بودن رو در قدیم میگفتن اینها معلول ادراکی هستن. معلول ادراکی هستن یعنی چی؟ یعنی توی شناختشون اشکال وجود داره، توی دریافت مسئله وجود داره. ببینید، ادراک به معنای فرایند ذهنی هستش که در اون تجارب حسی معنا پیدا میکنه. میگفتن اینها اختلال، یا از لحاظ مغزی آسیب دیدن، از لحاظ عصبی اینها آسیب دیده هستن. و یه سری مادرها، یه سری معلمهایی که خیلی علاقه من بودن با این بچه‌ها کار کردن، در جاهای مختلف مشغول بودن با این بچه‌ها. ولی در سال 1963 اینها اومدن در شیکاگو دور همدیگه جمع شدن و یک انجمن رو تشکیل دادن و گفتن مثلا به جای که پراکنده کار کنن در کنار همدیگه باشن و گفتن ما باید یه نام مشترک روی این بچه‌ها بذاریم، که اصطلاح ناتوانی های یادگیری از همونجا بودش که شکل گرفت و خیلی سریع با همدیگه به توافق رسیدن. ولی چیزی که هستش اینه که هر چقدر سریع به توافق رسیدن به خاطر نامش، یعنی نامو با هم دیگه خیلی سریع به توافق رسن، ولی یک تعریف مشترک ندارن اندن ناتوانی های یادگیری. خیلی نواقص وجود داره، خیلی انتقادات وجود داره سر تعریف هایی که شده، ولی سه تا تعریف وجود داره ناتوانی های یادگیری که جامع و کامل تره و بیشتر مورد توافق همگان هست. یکی تعریف قانونی دولت فدراله، یکی تعریف کمیته مؤسسات مربوط به ناتوانی های یادگیریه و یکی تعریف کمیته مشترک ملی مربوط به ناتوانی های یادگیری هستش. دولت فدرال اومد گفتش که کسانی که ناتوانی خاص در یادگیری دارن در یک فرایند شناختی پایه یا چند تا فرایند شناختی پایه‌شون توش اختلال وجود داره. ببینید، فرایند شناختی یعنی چی؟ اصطلاحی هستش که به فرایندهای ذهنی که مربوط هستش به کسب دانش، درک دانش مربوط میشه. وقتی ما میگیم فرایند شناختی پایه، یعنی این فرایندها میان به توانایی‌های ذهن مثل حافظه، ادراک شنیداری، ادراک دیدار، زبان شفاهی و تفکر گفته میشه و اونها در حقیقت در اینها هستش که دچار مشکل هست. و میگه که کسانی که دچار مشکل هستن، یعنی ناتوانی یادگیری دارن، آرزه هایی که شاملش میشه معلولیت های ادراکی هستش، آسیب مغزی، اختلال جزئی کار کرده مغز، ناتوانی در خوندن و اختلال تکلم هستش. که اختلال تکلم چی؟ از اختلالیه که بر توانایی کودک تو برقراری ارتباط اثر میذاره، توی صحبت کردن مشکل ایجاد میکنه و همینجور درک صحبت. پس این آرزه ها رو شامل میشه و اساسا آرزه های مثل معلولیت های دیداری و شنیداری و حرکتی و عقب موندگی ذهنی و اختلال هیجانی رو در بر نمیگیره. اونها معتقد هستن افرادی که دچار اختلال یادگیری هستن دو تا خصوصیت دارن. یکی این که پیشرفتشون مناسب با سنشون نیست، پیشرفتشون متناسب با اون توانایی هایی که دارن نیستش، یعنی پیشرفت کمتری دارن. و دوم اینه که توی بیان شفاهیشون، توی فهم شنیداریشون، توی بیان نوشتاریشون، توی مهارت های پایه‌ای خوندنشون، توی درک و فهم خوندنشون، توی استدلال و محاسبات ریاضی دچار مشکل هستن. انجمن بعدی ICLD بود که اومد این کمیته یک تعریفی رو از ناتوانی های یادگیری انجام داد، که این کمیته مربوط هستش به یادگیری و یک کمیته دولتی هستش که از طرف کنگره ایالات متحده این ماموریت رو پیدا کرد که بیاد یه تعریفی داشته باشه از ناتوانی های یادگیری. بعد این کمیته اعلام کرد برخلاف فدرال، گفتش که یه چیزی که اضافه کرد، گفت کمبود مهارت های اجتماعی هستش که یکی از مشخصه های بسیار مهمه در ناتوانی یادگیری، که چنین چیزی رو دولت فدرال راجبه صحبت نکرده بود. و گفتش که به صورت مثلا اشکال تو گوش دادن و صحبت کردن و خوندن و نوشتن و استدلال ریاضی و محاسبات ریاضی خودش رو نشون میده. و گفتش که ناتوانی های یادگیری میتونه با آرزه های دیگه هم همراه بشه. و این یعنی چی؟ یعنی داره روی تأثیرات اجتماعی، روی تأثیرات محیطی، روی اختلال کمبود توجه داره تاکید میکنه. و میگفتش که اختلال یادگیری ذاتیه، یعنی از درون فرد نشأت میگیره و میتونه این اختلال به خاطر اختلال در کارکرد دستگاه عصبی مرکزی باشه.
تعریف بعدی ما تعریف کمیته مشترک ملی از ناتوانی های یادگیری هستش. یک سازمانی هستش که از نمایندگانی تشکیل شده که از چند تا سازمان تخصصی و رشته های مربوط هستن به ناتوانی های یادگیری. و میگفتن که ناتوانی های یادگیری به صورت کلی یه سری اختلالاتی رو شامل میشه که این اختلالات از یک جنس نیستن. میتونم خودشون رو به شکل ناتوانی تو گوش دادن، صحبت کردن، خوندن، نوشتن، محاسبه و استدلال ریاضی نشون بده. اینها هم معتقد بودن که اختلالات یادگیری ذاتیه، یعنی از درون فرد نشأت میگیره، پس عوامل بیرونی مثل محیط، مثل آموزش تأثیر اونچنانی نمیتونه داشته باشه. و باز هم معتقد بودن که میتونه این اختلال ناشی باشه از اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی و میگفتن مثلا اختلال یادگیری میتونه مثلا با اختلال هیجانی هم همراه باشه یا با اختلالهای دیگه هم میتونه همراهی داشته باشه. حالا با سه تا تعریف کردیم. یه سری اجزای مشترک دارن این تعریف ها. یکی از چیزایی که هستش ببینیم وقتی یادگیری میخواد اتفاق بیفته، یادگیری تو کجا اتفاق میفته؟ توی مغز اتفاق میفته. پس ما میتونیم بگیم که اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی میتونه باعث ایجاد ناتوانی یادگیری بشه، اما محیط و آموزش میتونه یادگیری رو بهتر بکنه و میتونه یادگیری رو بدتر هم بکنه. یکی الگوی رشد ناهماهنگ. افراد با هم تفاوت‌های فردی دارن. رشد در همه ابعاد یک جور اتفاق نمی‌افته. بعضی‌ها توانایی ذهنیشون خیلی بیشتره نسبت به دیگران و همه توانایی‌ها با هم دیگه رشد پیدا نمی‌کنه. یکی از چیزهایی که در تمام تعریف‌ها مشترک هستش اینه که ببینید وقتی که آموزش اتفاق می‌افته، وقتی یادگیری اتفاق میفته و باید، یعنی بعد از آموزش باید یه یادگیری اتفاق بیفته دیگه، افرادی که دچار اختلال یادگیری هستن توی یک مهارت خاص یا یک مجموعه ای از مهارت‌ها دچار مشکل هستن. وقتی که ما میخوایم راجع به اختلاف بین توانایی بالقوه و سطح پیشرفت صحبت بکنیم، سه تا سوال برای ما مطرح میشه. یکی که اصلا مفهوم توانایی بالقوه و یادگیری یعنی چی؟ ببین، شما برای اینکه بتونی توانایی بالقوه را اندازه گیری کنی باید از آزمون هوش استفاده کنی. بهره هوشی از مشاهدات بالینی، از آزمون‌های توانایی‌های شناختی. خب آزمون‌های بهره هوش جهت‌گیری نژادی داره، جهت‌گیری فرهنگی داره، پس درنچه دقیق نیستن. خیلی وقتا میاد سطح پیشرفت رو اندازه‌گیری می‌کنه، سطح هوش رو اندازه‌گیری نمی‌کنه. پس ما باید از آزمون‌های دیگه استفاده بکنیم. سوال دوم، سطح پیشرفت الان فرد چقده؟ ما برای اینکه بیایم کارآمدی الان فرد رو بخوایم در نظر بگیریم، پس باید بریم از یه سری آزمون‌ها استفاده کنیم دیگه که بیاد کارآمدی رو مورد اندازه‌گیری قرار بده دیگه. خب این آزمون‌ها از لحاظ اعتبار، روایی، هنجار نقص دارن، پس ما نمیتونیم بیایم از اون‌ها استفاده بکنیم. و سوال سوم، چه درجه‌ای از اختلاف بین توانایی بالقوه و سطح پیشرفت شدیده؟ این شدید بودن خیلی مهمه. ببین، یک سال اختلاف در سطح کلاس دوم خیلی شدیدتره تا یک سال اختلاف در سطح کلاس 11. این دوتا با هم خیلی متفاوته. و چه فرمولی رو داری استفاده میکنی برای تعیین اختلاف؟ در اعتبار این فرمول هایی که استفاده میشه تردید وجود داره. دوتا انتقاد شده از کاربرد اختلاف بین بهره هوشی و سطح پیشرفت توی ناتوانی های یادگیری، و اونم این هستش که ببین، اگه تو بخوای بیای اثبات بکنی که بین اون بهره هوشی و اون سطح پیشرفت فاصله وجود داره، باید دو سال رد بشه بچه. دو سال بعد رد بشه و شکست تحصیلی باعث چی میشه؟ باعث ترک تحصیل میشه، باعث میشه که اصلا بچه اعتماد به نفسش بیاد پایین، عزت نفسش بیاد پایین. اصلا استفاده از این فرمول میتونه مشکل رو بدتر از اون چیزی که هست بکنه. و توی مؤلفه اختلاف که توی ناتوانی یادگیری اومده، میگن که کم آموختن بچه ها مشکله. خب ما نمیتونیم بگیم که مثلا دقیقا راجع به کم آموزی داره صحبت میشه. اصلا ممکنه کم آموزی به خاطر آموزش ضعیف باشه، ممکنه کمبود انگیزه باعث بشه، ممکنه عوامل هیجانی باعث کم آموزی بشه، و ما نمیتونیم فقط بگیم کم آموزی. یعنی گفتن کم آموزی به تنهایی کافی نیست، خیلی از عوامل میتونه توی کم آموزی نقش داشته باشه. میزان شیوع ناتوانی های یادگیری توی مدارس عمومی طبق آخرین گزارشی که دولت فدرال داد توی ایالات متحده، گفتش که بچه‌هایی که بین 6 تا 21 سال 3 میلیون نفر توشون ناتوانی یادگیری رو دارن، و تقریبا 5.5% دانش آموزانی که بین 6 تا 17 سال هستن باید آموزش ویژه ببینن.
اولی که ما نمیتونیم بگیم این آمار خیلی آمار دقیقی هست، چون آمار میاد توی مدارس دولتی گرفته میشه، توی مدارس خصوصی آمار گرفته نشده و تو نمیتونی بگی کسی که مدرسه خصوصی میره ناتوانی یادگیری رو نداره و در حقیقت پس این آمار آمار خیلی واقعی نیستش. ولی اتفاقی که افتاد اینه که دولت فدرال اومد در سال 1976 تا سال 1977 اومد یه گردآوری داده کرد در مورد دانش آموزانی که تحت پوشش آموزش ویژه بود. بعد اومد نگاه کرد و دیدش که بچه های 6 تا 21 سال یهو 3 برابر شدن، یعنی بچه هایی که ناتوانی یادگیری داشتن به یک بار 3 برابر شدن و این خیلی نگرانی به وجود آورد و گفتن که چرا اینقدر تعداد بچه ها زیاد بشه. یه سری اومدن گفتن نه، به خاطر اینکه بچه‌هایی که عقب مونده ذهنی بودن و ببین تعدادشون کم شده، کسایی که ناتوان یادگیری هستن تعدادشون زیاد شده. گفتن اومدن این کسانی که دچار عقب ماندگی ذهنی هستن MR هستن اومدن جا دادن توی ناتوانی های یادگیری، برای همه که تعداد این اومده پایین تعداد اون اومده بالا، پس این حرفو زدن. ولی یه سری اومدن گفتن که نه چه این چیزی نیست، این رشته تازه تاسیس بوده اون موقع که اومده گردآوری داده کرده. یک از دلایلی که الان این مسئله خیلی زیاد شده، یعنی میزان ناتوانی یادگیری در بین دانش آموزا 3 برابر شده، بیشتر شده، وقتی که اصلا قبلا نمیدونستن که چه آیتم هایی لازم هستش که مثلا فرد دچار ناتوانی یادگیری باشه، یعنی تو اون گروه بذارنش، ولی الان مثلا مشخصه شو و یک دلیل میتونه این باشه. و یکی دیگه از چیزهایی که هستش اینه که ببین از سال 1968 به بعد یه سری تغییرات فرهنگی و اجتماعی به وجود اومد و وقتی تغییر فرهنگی و اجتماعی به وجود میاد باعث میشه که آسیب پذیری بالا بره. خود فقر باعث میشه که خطر بدکاری دستگاه عصبی مرکزی رو به وجود میاره، همون استرس روانشناختی خیلی زیادی که تجربه میشه میتونه باعث ایجاد ناتوانی یادگیری باشه. و یکی از نظرات این بودش که حمایت اجتماعی خیلی زیادی روی بچه ها بود، یعنی والدین میتونستن حمایت اجتماعی زیادی داشته باشن، ولی الان به خاطر مسائلی که به وجود اومد، به خاطر اون تغییرات فرهنگی و اجتماعی که به وجود اومده، باعث شده که مهارت های اجتماعی کمتر باشه، یعنی پدر مادر مهارت‌های اجتماعی کمتری رو به فرزندانشون ارائه می‌کنن و همین می‌تونه باعث ایجاد شکست تحصیلی بشه. اولین نظریه‌ای که می‌خوام راجع به صحبت بکنم تسلط نیمکره ها هستش. مغز انسان از 2 تا نیمکره تشکیل شده. یه نیمکره راست هستش، یه نیمکره چپ هستش. این 2 تا نیمکره توسط جسم پینه‌ای به همدیگه متصل میشن. کار جسم پینه‌ای اینه که هر کدوم از نیمکره ها از کار اون یکی نیمکره آگاهی پیدا بکنن. بیشتر مهارت ها توسط یه دونه نیمکره مغز هستش که کنترل میشه، ولی یه سری کارهایی مثل دیدن و شنیدن توسط 2 تا نیمکره کنترل میشه. لیننبرگ اومد یه تحقیق رو انجام داد روی بچه هایی که زیر 12 سال بودن و گفتش که اگر که قسمت چپ مغز این کودکان آسیب ببینه، تأثیر زیادی رو نمیذاره روی توانایی کودک در به کار بردن زبان. چرا؟ بخاطر که طرف راست میان این ضایعه رو جبران میکنه. یه تحقیق دیگه‌ای که گزانیکا هم انجام داد این بودش که گفتش که نیمکره چپ میاد فرآیندهای زبان و یادگیری و تفکر انتزاعی رو کنترل میکنه، ولی نیمکره راست بیشتر جنبه کلی داره، یعنی اون نشونه هایی رو که ما از طریق بینایی میبینیم توی این نیمکره راست هستش که تعبیر و تفسیر میشه. تحقیقی که گایر و فریدمن انجام دادن بر اساس تحقیقات گزانیکا روی 41 پسر که لحاظ یادگیری اونها معمولی بودن، گفتن که بچه هایی که دچار ناتوانی یادگیری هستن ممکنه که این 2 تا نیمکره مغزشون با درجات مختلفی رشد بکنه و همین با درجه مختلف رشد کردن میتونه باعث این بشه که نیمکره راست به عنوان مغز اصلی باشه برای حل مسائل. و محققا معتقد هستند که نیمکره راست برای اون مهارت های کلامی مناسب نیستش. درسته که لیننبرگ گفتش که اگر کودک زیر 12 سال زایه مغزی داشته باشه در قسمت چپ مغزش، قسمت راست اون نیمکره راست این مسئله رو جبران میکنه، اما محققا میگن که کسانی که تسلطشون روی نیمکره راست هستش نمیتونن با کسانی که تسلطشون روی نیمکره چپ هستش رابطه کلامی مناسب رو برقرار بکنن و کودکی که دارای ناتوانی یادگیری هستش به نظر میرسه که تسلطش بیشتر بر روی نیمکره راست باشه. نظریه
بعدی نظریه شناختگرایان هستش. کسانی که شناختگرا هستند اصلا به نظریه تسلط نیمکره های مغز توجهی نمی کنند. اونها میگن که زیربنای رشد کلامی رشد غیر کلامی هستش. اگر هر اتفاقی بیفته و این توازن و این ارتباط بین رشد کلامی و رشد غیر کلامی رو به هم بزنه، در حقیقت اون سیستمی که بهتر رشد کرده برای حل مسائل به کار میره. نظریه بعدی نظریه روانکاوان هستش و روانکاوان میان بررسی میکنن اون احساساتی رو که کودکانی که نارسایی‌های ویژه در یادگیری دارن رو تجربه میکنن. کودکی که طبیعی هستش، نظام عصبی سالمی رو هم داره، ایگو در اون ایگوش رو گسترش میده. ایگو چی هست؟ ایگو بخش سازمان یافته و منطقی ساختار روانیه. ایگو بر اساس واقعیت عمل میکنه و خودآگاهی در اون جای داره. این کودک ها میان ایگوی خودشون رو گسترش میدن. میان از امکانات استفاده میکنن. هم باعث خوشنودی خودشون میشن، هم رضایت دیگران رو در پی داره. روابطشون با دیگران یک روابط دو جانبه هستش. ولی کودکی که دچار ناتوانی های یادگیری هستش، تلاش میکنه برای اینکه بخواد وظایفش رو انجام بده ها، ولی ناکام میمونه. عزت نفسش پایین میاد، ارزشمندیش پایین میاد، سرزنش میشه توسط دیگران، تشویق نمیشه و تصویری که از خودش داره یک تصویر منفی هستش. نظریه بعدی نظریه کوتاهی دامنه توجه هستش. کسانی که طرفدار این نظریه هستن معتقدند که کودکی که دچار ناتوانی یادگیری هستش اشکالاتی رو داره توی تمرکزش، توی توجهش و توی دقت کردنش. برادبنت میگه که ظرفیت ما توی پردازش اطلاعات خیلی محدوده. میگه همه محرک ها بر اساس خصوصیات فیزیکی شد که شامل رنگ و بلندی صدا و جهت و اینا هستن، تمامی محرک ها پردازش میشن، اما فیلتر انتخابی ما باعث میشه که یک سری محرک های خاص برای پردازش بیشتر از اون عبور کنن و یک سری از محرک ها اصلا بهش توجهی نمیشه. راست هم معتقد هستش که کودکانی که دچار اختلالات یادگیری هستن، نارسایی‌های ویژه در یادگیری دارن، در اونها نقص ذهنی وجود داره. یعنی فرایند رشد توی کسب دقت و توجه و اینها با تأخیر روبرو هستش یا دچار وقفه شده. صنف میاد یه الگویی رو پیشنهاد میکنه بر اساس نظریه برادبنت. میگه که توجه شبیه یک پرده تلویزیونی هستش که 4 فعالیت در اون با هم نشون داده میشه. میگه این 4 محرک همیشه وجود دارن، این 4 محرکی که در اینجا میبینید همیشه وجود دارن، ولی ما یک سری از اونها رو انتخاب میکنیم، به یک سری از اونها معنی میدیم. و میگه که مثلا شما فکر کن یه شی رو دارین زیر میکروسکوپ نگاه میکنی، به کل شی که توجه نمیکنی، که مثلا میایین به یک سری از آیتم ها توجه میکنی، انقدر که به یک سری مسائل توجه میکنی کلشه ممکن از یادتون بره. میگه کودکی که دچار نارسایی ویژه یادگیری هستش، میگه همینه، انقدر که وقت خودش رو، انرژی خودش رو صرف این میکنه که بخواد حروف رو به صدا در بیاره، اصلا به صورت کلی کل کلمه رو از یادش میبره. از سال 1980 به بعد گفتن که بچه ها هم دوچار، یعنی کسانی که مثلا میگفتن نقص توجه دارن، همراهش میکنن با بیش فعال. یعنی میگن این بچه ها هم نقص توجه دارن هم بیش فعال هستن و از یک سری داروها باید برای اونها استفاده کرد، مثل ریتالین، دکسیدرین، که اینها دکسیدرین و هم ریتالین خیلی کمک کننده هستن، هم به آرام شدن این بچه ها، هم این که بخواد اختلالات توجهی اونها رو بهبود ببخش. نظریه فرابری آگاهی ها، نظریه پردازش اطلاعات و آگاهی ها. ببینید، انسان میاد مفاهیم رو بر اساس تجارب خودش میسازه، اونها رو مورد آزمایش قرار میده، حالا یا از اونها استفاده میکنه یا دوباره اونها رو بازسازی میکنه اگر که لازم باشه. هسته اصلی نظریه فرابری آگاهی ها این هستش که چگونگی روند دریافت آگاهی ها هستش، چگونگی ماهیت کوشش برای شناخت جهان هستش، یعنی تأکید بر چگونگی روند دریافت آگاهی ها، تأکید بر چگونگی ماهیت کوشش برای شناخت جهان هستش. یعنی این دوتا میاد هسته نظریه فرابری آگاهی ها رو تشکیل میده و در این نظریه یک سری فرض های معینی وجود داره. میگه وقتی که میخواد کسب مهارت اتفاق بیفته، یک توالی رشد وجود داره. یعنی اول بر اساس یک حس، حالا میتونه این حس بینایی باشه یا حس شنوایی باشه، بر اساس یک حس میاد یادگیری اتفاق میفته، بعد این دوتا حس با هم دیگه ترکیب میشن و فرد میاد اون محرکای داده شده، اون آگاهی ها رو دریافت میکنه و به اون معنی میبخشه.
کودکی که دچار ناتوانی یادگیری هستش، توی تجزیه و تحلیل این آگاهی ها، توی تجزیه و تحلیل این محرک های دریافتی مشکل داره. هر قدر که آگاهی ما از این مشکلات بیشتر باشه، مشخصتر باشه، ما میتونیم خیلی مفیدتر کمک کنیم. درمان مؤثرتره، آموزش مؤثرتره. یعنی چی؟ یعنی ما تشخیص بدیم که اشکالات حافظه که موجب مشکلاتی توی به خاطر سپردن آگاهی ها هستش از چه طریقه؟ از طریق شنواییه یا از طریق بیناییه؟ یعنی مشکل در حافظه بیناییه یا مشکل از حافظه شنوایی هستش؟ کدومه؟ وقتی که ما تونستیم مشکل رو تشخیص بدیم، میتونیم درمان و آموزش مؤثرتری داشته باشیم. نظریه بعدی نظریه تأخیر در رشد هستش. کسانی که طرفدار این نظریه هستن میگن کودکانی که ناتوانی یادگیری دارن، اونها کیفیت یادگیریشون متفاوت نیست از کودکانی که به هنجارن، بلکه از لحاظ کمیتی اونها متفاوتن. یعنی چی؟ یعنی که اونها آهسته تر مطالب رو یاد میگیرن، کندتر مطالب رو یاد میگیرن. مثلا اونها تو آزمون‌های پایایی پیاژه دیرتر از کودکانی که عادی هستن موفق به جواب دادن میشن و میگن که احتمالاً اونها توی مهارت‌ها و توانایی‌هاشون ناقص نیستن، بلکه مهارت‌های اونها، توانایی‌های اونها رشد کافی رو نکرده. نظریه بعدی نظریه ضایعات خفیف مغز هستش. سوالی مطرح میشه. یکی کودکی که دچار اختلال ویژه در یادگیریه و هیچ گونه ضایعه مغزی مشخص شده ای درش وجود نداره، آیا دچار ضایعات جزئی مغزه یا کاستی رشد اعصابه؟ تحقیقاتی که بورتنر انجام داد با کودکانی که اختلالات ویژه در یادگیری داشتن، گفتش که اونها نسبت به کودکانی که به هنجارن، در کودکانی که معمول هستن، نشونه های بیشتری از آسیب های عصبی از خودشون نشون دادن. مادرانی که دارای نوزادانی هستند که این نوزادان اختلالات ویژه در یادگیری دارن، اونها ناآروم ترن، از لحاظ یادگیری زبان مشکل دارن، رفتارهای تهاجمی و خشن بیشتری از خودشون نشون میدن و به زمان بیشتری احتیاج دارن برای پاسخ دادن به علامتهای شنوایی و یا عکس العمل نشون دادن به علامتهای شنوایی. نظریه بعدی نظریه چند عاملی هست که هاستراک راجع به اون صحبت میکنه. هاستراک معتقد هستش که به خاطر اینکه یادگیری یک فرایند بسیار پیچیده هستش، ما نمیتونیم بگیم که یک عامل مثلا باعث ایجاد بیقراری، ناتوانی در یادگیری های کلامی، ناتوانی های ادراکی یا تغییر در رشد ذهنی میشه. خب میگم ما نمیتونیم، یعنی در حقیقت معتقد هست که با یک نظریه ما نمیتونیم این رو توجیه بکنیم، چون یادگیری یک فرایند پیچیده هست، عوامل مختلف میتونه باعث آسیب رسوندن به اون بشه و ما به جای اینکه بیایم از نظریه های یک عاملی استفاده بکنیم که سعی کردن توی او تمام انواع نارسایی های ویژه در یادگیری رو توضیح بدن، بیایم کودکان رو به دسته های مختلف تقسیم بندی بکنیم و ببینیم که کدوم یک از این نظریه ها برای این کودکان مناسب هست، یعنی این کودکان در کدوم یک از این نظریه ها میتونن جای بگیرن. و این خیلی خوب هستش، بخاطر اینکه به ما نشون میده که یک راه طولانی رو ما داریم در اینکه بخوایم بفهمیم که کسانی که دچار ناتوانی های یادگیری، دچار نارسایی های ویژه در یادگیری هستن، چه مسائلی، چه مشکلاتی باعث به وجود اومدن این ناتوانی ها در این گونه افراد شده است. در این بخش میخوام راجع به علت های ناتوانی های یادگیری صحبت کنم. در دهه های 1960-1970 می گفتن ناتوانی های یادگیری پایشون عصب شناختیه. یعنی چی وقتی ما میگیم عصب شناختی؟ یعنی صدمه خورده به سیستم اعصاب یا اندام های زیستی، اختلال به وجود اومده در عملکرد ذهنی. ولی چون کارهای اولیه بیشتر بر پایه حدس بود، بر پایه گمان بود، خیلی این ادعاها اعتبار نداشتش. هرچند که از سال 1990 به بعد شرایط اصلا کلن تغییر کرد و روش‌های جدیدی ابداع شد که تونستن با اعتبار بیشتری بگن که دلیل ناتوانی یادگیری میتونه بدکار کردیه عصب شناختی باشه و میتونه علت ناتوانی یادگیری تفاوت در ساختار مغز، در کارکرد مغز این گونه افراد باشه و حتی میتونه ناشی از عوامل ارثی باشه.
چرا اوایل نمیپذیرفتن که علت ناتوانی یادگیری میتونه عصب شناختی باشه؟ یکی از دلایلش این بود که ابزارهایی که به کار میبردن ابتدایی بودن، ناقص بودن، یه شاخص دقیق نبودن برای اینکه بخوام موارد ظریف بدکار کردی مغز رو توی افرادی که دچار ناتوانی یادگیری هستن مورد اندازه‌گیری قرار بدن. و کلن عصب شناخت ها هم در کارهای تحقیقی خودشون هم در کارهای بالینیشون سافت نورولوژی ساین رو ارزیابی میکنن و به ارزیابی اونها در حقیقت متکی بودن. درسته که کسانی که دچار آسیب مغزی شدن تعادل ضعیف دارن، مهارت‌های ادراکیشون ضعیفه، توی هماهنگی حرکتی ضعیفشون ضعف دارن، حواس پرت هستن و حرکاتشون بیشتر از حد معمولی و طبیعی میتونه خام به نظر برسه، توازن حرکتیشون ضعیف هستش، ولی اینها شاخص دقیقی نیستن برای اینکه بخوان اون موارد ظریف بدکارکردی مغز رو توی افرادی که دچار ناتوانی یادگیری هستند مورد ارزیابی قرار بده. یکی دیگه از دلایل این بودش که کلا خیلی تأکید بود روی دیدگاه‌های رفتارگرایی و محیط‌گرایی. رفتارگرایان که اصلا معتقد هستن که رفتاری که یاد گرفته میشه به وسیله پاداش و تنبیه هستش که شکل میگیره. محیط‌گرایان هم معتقد هستن که محیط یادگیری خیلی توی رشد روانشناختی اهمیت خیلی زیادی داره، یعنی توی کسب اطلاعات، پردازش، سازماندهی اطلاعات، استفاده از دانش، آگاهی و تعبیر و تفسیر اطلاعات محیط خیلی تأثیر داره روی این مسئله. و هم رفتارگرایان و هم محیطگرایان معتقد هستن که آموزش ضعیف میتونه باعث ایجاد ناتوانی یادگیری بشه. چه اتفاقی افتاد که گرایش ها رفت به این سمت که علتهای عصب شناختی پذیرفته بشه؟ یکی از دلایلش این بودش که رفتارگرایی و محیطگرایی اونقدر که مورد قبول بود، این مورد قبول بودنش کم شد. درسته که هنوز هم متخصصان میگن که رفتارگرایی یک دیدگاه خیلی مهمه، اما خیلی ها هم روی جنبه های شناختی تاکید دارن. وقتی ما میگیم روی جنبه های شناختی تاکید دارن یعنی چی؟ یعنی اون جنبه های علمی فکر و فرایندهای فکری، روی ادراک، روی توجه، حافظه، منطق، قدرت حل مسئله، تصمیم‌گیری، روی اینها تاکید دارم. و اتفاقی که افتاد این بودش که اومدن روانشناسان شناختی کار خودشون رو ترکیب کردن با عصب شناختا. روانشناسان شناختی که کلا روی فرآیندهای ذهنی کار میکنن، فرآیندهای ذهنی میگن مسئول توانایی‌های شناختی ما هستش، برای ذخیره کردن خاطرات، برای تولید کردن خاطرات جدید، برای شناخت افراد، برای حل مسئله. عصب شناسا هم که اصلا توجه اصلیشون به اون ارتباط نورونی داخل مغزه که این ارتباط توی فرآیندهای ذهنی نقش دارن. این دو گروه اومدن کار خودشون رو با همدیگه ترکیب کردن. یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاد این بودش که یک پیشرفتی به وجود اومد توی ارزیابی‌های عصب‌شناختی کامپیوتری. اومدن از MRI استفاده کردن، از پت اسکن استفاده کردن، از fMRI استفاده کردن برای تشخیص عوامل عصب‌شناختی، عوامل بدکارکردی مغز. درسته که این روش‌ها بسیار پرهزینه هستش و نمیشه از اونها استفاده گسترده کرد برای اینکه بخوام تشخیص بدیم افرادی که دچار ناتوانی یادگیری هستن رو به روش‌های بالینی، ولی اینها امکان رو به ما میدن که ما بتونیم نمونه رو جمع‌آوری بکنیم در ارتباط با تأثیری که بدکارکردی عصب شناختی، بدکاری عصب شناختی داره روی ناتوانی‌های یادگیری. مغز چجوری عمل میکنه؟ مهمترین سلول‌های دستگاه عصبی که مسئول فرستادن و گرفتن اطلاعات توی مغز هستن رو بهش میگن نورون. نورون‌ها از جسم سلولی تشکیل شده که هسته و ماده‌ای هستش که کارکرد نورون رو تقویت میکنه. از دندریت‌ها تشکیل شده که پیام‌ها رو میان از محیط میگیرن یا از نورون‌های دیگه، و این گرفتن پیام‌ها از محیط یا از نورون‌های دیگه هم توسط آکسون و تکمه‌های پایانیه. از آکسون تشکیل شده. آکسون یه رشته هایی باریک و لوله مانند هستن که توسط غلاف میلین که بافت چربی هستش پوشیده شدن. آکسون ها در امتداد نورون پیام ها رو از یک نورون به دندریت نورون دیگه منتقل میکنن. و آخرین بخش تشکیل دهنده تکمه های پایانی هستن که پیام های شیمیایی الکتریکی از طریق این تکمه های پایانی هستش که از آکسون به دندریت منتقل میشه. ساختارهای تکمه مانندی هستن که انتقال دهنده های عصبی رو به درون سیناپس ترشح میکنن. سیناپس هم یه شکاف کوچیکی هستش بین آکسون و دندریت.
میخوایم حالا راجع به قسمت‌های مختلف مغز صحبت بکنیم. ساقه مغز تنفس و ضربان قلب رو تنظیم میکنه. مخچه پایین‌تر از قشر مخ قرار گرفته، به ساقه مغز هم متصل هستش. 10% حجم مغز رو تشکیل میده، بیشتر از نصف اون رو نورون‌ها تشکیل دادن. مخچه هم طرز راه رفتن و گفتار و حرکات چشم رو تنظیم میکنه. و اگر کم آسیب ببینه مشکلات خیلی زیادی رو توی کنترل انواع حرکات به وجود میاره. قشر مخ از 4 تا قطعه تشکیل شده: قطعه پیشانی آهیانه‌ای و پس سری گیجگاهی، و قشر مخ چین‌های خیلی عمیقی هم داره. عمیق‌ترین و بزرگترین این چین‌ها رو بهش میگن شیار. شیار مرکزی میاد قطعه پیشانی رو از قطعه آهیانه جدا میکنه، شیار جانبی میاد قطعه گیجگاهی رو از قطعه پیشانی آهیانه جدا میکنه. قطعه‌های پیشانی قشر مخ مسئول بعضی از جابجایی‌های حرکتی هستند و شناخته شده ترین کارکرد اونها هم تنظیم رفتار افراده. قطعه آهیانه‌ای نقش داره توی تلفیق کردن احساسات جسمانی و ادراکات دیداری. قطعه پس سری بیشتر از قسمت‌های دیگه به ادراک دیداری اختصاص داره و حتی اگر که قطعه پس سری هم آسیب ببینه، ادراک پرش دیداری رو به وجود میاره که فرد بینایی معمولی رو داره ولی اشیاء معمولی رو هم نمیتونه تشخیص بده. قطعه گیجگاهی هم که مسئول کنترل یادگیری و توجه و حافظه و تولید زبان و بیان هستش. و در ادامه قسمت‌های مختلف مغز. مغز از 2 تا نیمکره تشکیل شده: نیمکره چپ و نیمکره راست. از لحاظ کارکردی این 2 تا نیمکره از همدیگه متمایز هستن، یعنی کارکردهاشون با همدیگه فرق میکنه. موضوعاتی که ارائه میشه توی میدون دید چپ توسط نیمکره راست کنترل میشه. توی بیشتر افراد نیمکره چپ برای تولید و درک زبان نسبت به نیمکره راست نقشش بیشتره. 90% افرادی که راست دست هستن نیمکره چپشون مختص زبانه. 70% افرادی که چپ دست هستن نیمکره چپشون به زبان اختصاص داره. 2 تا ناحیه وجود داره: ناحیه بروکا و ورنیکه هستش. این 2 تا ناحیه مربوط هستن به نیمکره چپ و با زبان در ارتباط هستن، ولی اگر که این 2 تا ناحیه آسیب ببینن، مشکلاتی رو که به وجود میارن همیشه مشکلات مشابهی نیستش. یه سری شواهد وجود داره که میگه که سمت راست مغز هم مسئول بخشی از جنبه‌های زبان و ارتباط هستش. مطالعات 2 پاره مخ که چی هستش؟ این هستش که یک سری روش های جراحی هست در مورد با افرادی که سر دارن و با دارو نمیشه حملات اونها رو کنترلش کرد، برای اینکه بیان این حملات رو تعدادش رو کاهش بدن، چون دارو درمانی خیلی خوب جواب نمیده و حملات رو به اندازه که باید و شاید کنترل نمیکنه، میان این دوتا نیمکره رو ارتباطش رو با همدیگه قطع میکنن. این مطالعات میتونه تفاوت ها رو نشون بده توی این 2 تا نیمکره های چپ و راست. یکی از چیزهایی که این بیماران میگن اینه که دست چپشون در اختیار خودشون نیستش. ممکنه که با دقت بتونن که کتاب رو بخونن، چون اون فعالیت نیمکره چپ هستش، ولی وقتی که کتاب رو میان با دست چپشون میگیرن، دست چپ به طور ناگهانی میاد کتاب رو میذاره زمین. چرا؟ چون دست چپ داره به وسیله نیمکره راست کنترل میشه. نیمکره راست که قادر به خوندن نیستش، خسته میشه. حالا اومدن توپ رو هم توی میدون دید راست و چپ این افراد گذاشتن تا ببینن چه اتفاقی میفته. وقتی که شی میاد توی میدون دید راست نشون داده میشه، این بیماران میان اعلام میکنن که توپ رو میتونن ببینن، چون توپ به وسیله نیمکره چپ که گفتار رو کنترل میکنه دیده میشه. اونها با چشم بسته هم میتونن توپ رو با دست راست خودشون از بین خیلی اشیاء انتخابش بکنن. اما برای انتخاب توپ با دست چپ به صورت شانسی میان عمل میکنن. حالا برعکسه، وقتی که میان اشیاء رو تو میدون دید چپ میذارن، نتایج کاملا برعکس میشه، چون نیمکره چپ به وسیله نیمکره راست کنترل میشه دیگه. این بیماران میگن که ما هیچ چیزی رو نمیبینیم، در نتیجه با چشمان بسته با دست چپشون که به وسیله نیمکره راست کنترل میشه میتونن توپ رو از بین اشیاء مختلف انتخاب کنن، اما با دست راست که توسط نیمکره چپ داره کنترل میشه نمیتونن این کار رو به خوبی دست چپ انجام بدن. و در ادامه عوامل مؤثر در بدکاری عصب شناختی. محققان برای اینکه بررسی بکنن موضوع ارثی بودن ناتوانی های یادگیری رو، اومدن 2 تا مطالعه استفاده کردن. یکی رابطه خویشاوندی هستش و یکی وراثته. و
وقتی با داریم به رابطه خویشاوندی صحبت میکنیم یعنی گرایش به سمت چیزی که توی خانواده جریان داره. درسته که رابطه خویشاوندی دلیل وراثت نیست، نشونه وراثت نیست، با اینکه ممکنه که ناتوانی های یادگیری به خاطر شرایط محیطی اتفاق بیفته، اما ما نمیتونیم این احتمال رو رد بکنیم که والدینی که خودشون ناتوانی یادگیری دارن از روش های فرزند پروری استفاده میکنن که این روش های فرزند پروری امکان این رو داشته باشه که بچه ها رو هم دچار ناتوانی یادگیری بکنه، یا اینکه مثلا خواهر برادرها بخاطر که توی یک محیط مشابه دارن پرورش پیدا میکنن احتمال اینکه دچار ناتوانی های یادگیری بشن در اونها خیلی بیشتره. موضوع وراثت هم در ارتباط با محققان اومدن روی دوقلوهای همسان و غیر همسان اومدن تحقیقات انجام دادن. دوقلوهایی که همسان هستند از لحاظ ژنتیکی به هم دیگه شبیه ترن، ناتوانی های یادگیری در اونها احتمالش بیشتره تا دوقلوهای غیر همسان. یکی دیگه از عوامل ناهنجاریزا هستش، یعنی عاملهایی که میتونه باعث رشد غیر طبیعی تو جنین بشه، باعث نقص عضو در جنین بشه. یکی از متداول ترین ماده های ناهنجاریزا الکل هستش که میتونه رشد روانی رو تحت تأثیر خودش قرار بده و مصرف کم اون میتونه منجر به ناتوانی های یادگیری بشه. مصرف زیاد اون هم که غالبا با عقب موندگی ذهنی ارتباط داره. مصرف کوکائین خالص میتونه باعث ایجاد آسیب عصب شناختی بشه. مواد سربی میتونه منجر به آسیب مغزی بشه و ما میتونیم به عنوان یکی از عوامل مؤثر توی ناتوانی های یادگیری از اون اسم ببریم. عوامل پزشکی، عوامل محیطی هم میتونه از جمله عوامل مؤثر باشه. شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی ضعیف به صورت غیر مستقیم میتونه رشد عصب شناختی رو تحت تأثیر خودش قرار بده. در ارتباط با عوامل پزشکی هم تولد زودرس خطر آسیب عصب شناختی رو بالاتر میبره و میتونه منجر به ناتوانی های یادگیری بشه. بچه‌هایی که زیر 5 سال به دیابت مبتلا میشن اونها مستعدتر هستن که بتونن دچار ناتوانی های یادگیری بشن. مننژیت میتونه منجر به آسیب مغزی بشه و در نتیجه میتونه مشکلات یادگیری رو به وجود بیاره. ایست قلبی که میتونه منجر بشه به کمبود اکسیژن، به پایین اومدن میزان خون تو مغز و در نتیجه آسیب مغزی رو میتونه ایجاد بکنه. و ایدزی که از مادر به کودک منتقل میشه میتونه منجر بشه به آسیب عصب شناختی.